همه اندیشمندان علوم انسانی. با سلام خدمت دوستان و با تشکر از همه علاقمندان و دوستانی که این برنامه رو برای دکتر شیخاوندی عزیز ترتیب دادن، امیدوارم که همه ما بتونیم حق دوستی رو در باره ایشون به جا بیاریم. متاسف هستم که در نزد شما نیستم، خارج از کشور هستم، ولی تمایل داشتم که حتما در این برنامه شرکت داشته باشم و چند کلمه درباره دوستی خودم با آقای دکتر شیخاوندی و سهم بزرگی که ایشون داره در علوم اجتماعی ایران در اینجا در خدمتتون باشم. دوستی ما به زمان برمیگرده که من در نیمه سال 1370 به ایران برگشتم و وقتی که در دانشکده علوم اجتماعی دانشکده تهران مشغول به کار شدم، از اونجا در انجمن جامعه شناسی ایران در خدمت دکتر شیخاوندی بودیم. موقع مرحوم دکتر عبداللهی تلاش بسیار زیادی میکرد که و کرد که انجمن جامعه شناسی واقعا بتونه به اون چیزی برسه که امروز رسید و خوشبخت هستم که امروز این انجمن واقعا هم در ایران و هم در عرصه بین المللی به موفقیت های بزرگی دست پیدا کرده. و از همونجا دکتر شیخاوندی مثل خیلی از دوستان پیشکسوت دیگه، ولی بسیار بیشتر از اونها، در تمام جلسات، در تمام کارهای زیادی که اون زمان وجود داشت تا این انجمن شکل بگیره مشارکت داشت. واقعا یک مشارکت فعال، نه صرفا در حد اینکه سخنانی رو بشنوه و با حضور فیزیکی داشته باشه، بلکه با پیشنهاداتی که میداد، با واقعا مشارکت جدی که میکرد، من فکر میکنم که از کسانی بود و مطمئن هستم، یعنی با همیشه با دکتر عبداللهی در این مورد هم صحبت میکردیم، آقای دکتر شیخاوندی مثل دکتر ارشاد، مثل دکتر فیوزاد و گروه از دوستان پیشکسوت واقعا بودند که اگر کار نمیکردن و کمک نمیکردن این انجمن شکل نمیگیره. و خود تأسیس و در واقع تأسیس دوباره انجمن بود کاری که دکتر عبداللهی کرد و شکل گرفتن جدیدش به همت دوستانی مثل دکتر شیخاوندی بود. دومین نکته که جای اون هست که روش تاکید کنیم، سهمی هستش که دکتر شیخاوندی داشت در شناسوندن اندیشمند بزرگ جهانی ایوان ایلیچ، اون هم خیلی زود از سالهای فهم کنم 1960 در ایران رو معرفی کرد. و میدونیم که ایوان ایلیچ امروز به خصوص با بحرانی که در سطح جهانی وجود داره، در زمینه اقلیمی، در زمینه آموزش و غیره، تبدیل به یکی از شخصیت‌های شده که بسیار مورد رفرنس قرار میگیره و این یک شانس بزرگه برای مخاطبان ایرانی که خیلی زود با شخصیت ایوان ایلیچ آشنا شدن و کتاب‌های او از همون زمان تا امروز تجدید چاپ داره میشه و درباره مدرسه و مفهوم جدیدی که باید پیدا کنه، درباره پزشکی شدن جامعه، درباره مسائل اقلیمی، درباره مسئله حرکت در جامعه مدرن و غیره. و این نقش بزرگی بود که دکتر شیخاوندی داشت در معرفی او، همچنین در مسئله تربیت و رابطه بین علوم تربیتی و جامعه شناسی که نقش بسیار مهمی رو داشت دکتر شیخاوندی و نه تنها کتاب‌هایی رو در این زمینه تألیف کرد و ترجمه کرد و تجربیات کشورهای دیگر رو در اختیار علاقمندان در ایران گذاشت و در تأسیس و توسعه انجمن علوم تربیتی که یک انجمن علمی دیگه هم هستش نقش زیادی داشت، فعالیت بسیار زیادی اونجا هم میکرد و به کمک او بود که امروز علوم تربیتی در ایران به نظر من
نقش مهمی داره در یک رابطه بین رشته‌ای با جامعه شناسی. و بالاخره باید به مسئله کمک دکتر شیخ‌آوندی به مسئله واژه‌یابی و ساختن زبان علوم اجتماعی، زبان جدید علوم اجتماعی در ایران اشاره کنم، با ابداع واژه‌ها، با ترجمه های بسیار خوبی که ایشون انجام داد و این زبانی رو که ما امروز میتونم بگم یکی از زبانهای قدرتمند هستش، زبان فارسی امروز، برای به اصطلاح ایجاد رابطه ما با جهان، برای ترجمه متون و غیره، این کار رو انجام داد و بسیار کار مهمی بود. در عین این مسئله دکتر شیخ‌آوندی همیشه پژوهش خودش رو هم انجام میداد و ایشون یکی از کسانی هستش که آسیب شناسی اجتماعی رو در ایران پیش برد و بسیار به رشدمون کمک. و در آخر باید بگم که دکتر شیخ‌آوندی در این حال که با ترجمه ها و تعریف های خودش کمک بزرگی به رشد زبان فارسی کرد، همیشه به زبان مادری خودش و به زبان آذری، زبان ترکی اهمیت میداد، به فرهنگ خودش، فرهنگ پایه خودش، و بسیار بسیار وفادار بود و اونجا هم البته در اردبیل به خصوص همیشه تجلیل کردن از دکتر شیخ‌آوندی و از کمکاش به فرهنگ بسیار پرباری که این سرزمین داره. به هر حال خیلی ممنونم از همه شما و بار دیگه از آقای دکتر شیخ‌آوندی به خاطر خدماتش تشکر میکنم و امیدوارم که بتونیم هرچه زودتر در خدمت ایشون باشیم و سایه ایشون همیشه بالای سر همه ما باشه.